خب کلاس امشبمون در دو قسمت هست. قسمت اولش رو میخوام ددیکیت بکنم به ماه آدار، ماهی که از دیروز شروع شده، ساین پایسیس. گفتم یه مقدار اینفورمیشن داشته باشیم راجع به انرژی این ماه. میدونیم که ماه آخر سال هست، ماه آدار ساین پایسیس، و دوست دارم چند تا کانسپت رو با هاتون شیر بکنم چون خیلی مهمه. اصولا آغاز هر ماهی مثل هسته هر چیزی تمام انرژی اون ماه رو تو خودش داره، یعنی نیروی و چیزهایی که اتفاق میفته در این ماه هستش در همون آغاز ماه است. ماه آدار ساین پایسیس در تلمود توضیح داده میشه، در زهر، در کتاب‌های کبالا، که ماهی هست که در حقیقت جوی یا شادی دنیا رو میگیره. جوی، شادی، خوشحالی همه دنیا رو میگیره. یعنی قرار بوده که ما از در حقیقت یک شنبه که عرب روش خودش بود و دیروز که روز اولش بود، باید شادی همه دنیا رو بگیره. سوالی که من ازتون دارم که از یک شنبه تا حالا آیا از نظر اموشنالی شما چیزی رو حس کردین؟ آیا یک انرژی دیگری رو حس کردین؟ ناخودآگاه خوشحالی؟ نه؟ ما همیشه خوشحال هستیم. ما همیشه خوشحال هستیم. آیا چیز متفاوتی حس کردین؟ آیا احساس کردین که انرژی این ما نسبت به ماه قبل عوض شده؟ نه، از نظرش انرژی چیزی رو احساس کردین؟ بله. شما کردین؟ Very good. کیا نکردن؟ اکثریت به نظر میاد که این انرژی رو احساس نکردین. پس مقوبلیم چی میگن؟ تلمود برای ما چی توضیح میده؟ یا میدونیم که این دانش بر میگرده به دوره حضرت ابراهیم. تو کتاب سفر سیرا ابراهام آوینو برای ما میگه که ماه آدار، ماه پایسیس، ماه شادی هست، ماه سیمخا هست. میدونیم که وسط این ماه، چهاردهم ماه آدار، موعد پوریم هست، موعدی که همه ما ایرونی ها بسیار بسیار باش آشنا هستیم و امشب وقتش نیست که راجع به پوریم صحبت بکنیم، ولی خب ماهی هست، عیدی هست که اون شب شادی میکنیم. بیشتر از هر موقع دیگه بهمون پیشنهاد میکنن که الکل بخوریم تا اون حدی که دیگه دوست و دشمن رو نشناسیم. شاید بعضیا خیال بکنن که oh, that's fun, that's joy. ولی اگر به ما میگن که توی کازموس، توی دنیا، توی فضا این انرژی شادی، این انرژی سیمخا، انرژی joy پخش میشه، یعنی چی و چرا من احساسش نکردم؟ اگر وجود داره من احساسش نکردم. و واقعا جوی چیه؟ ما به چی شادی میگیم؟ من مجبورم از تو خواهش بکنم که این هیتر رو خاموشش بکنیم اگر اوکی باشه. جوی چی هست؟ شادی چی هست؟ ما به چی میگیم خوشحالی؟ یه مژده خوب، خوب خوشحالیه. دیگه چی خوشحالیه؟ قبول هر چیز به اون طریقی که هست. قبول هر چیز به اون طریقی که هست. It's a joy. Interesting. Okay. سلامتی is a joy. نگرانی نداشتن یعنی joy. Very good. هر وقت از زندگیم راضیم It's a joy. وقتی که مشکلاتمون نباشی، مشکلی نداشته باشی یا برطرف شده، میگیم جون. دیگه به چی میگیم جون؟ جونم نوبر چی بگذره، چقدر کیاس باشه، اون حالت استیبل خودمون رو بگیریم، نگه داریم. It's a joy. Very nice. یعنی با تمام چلنج ها و مشکلاتی که توی زندگیمون هست اگر بتونیم مینتین کنیم خوشحالیمونو، That's joy. دیگه چی ما رو خوشحال میکنه؟ Truly چه چیزی ما رو خوشحال؟ قدردان بودن. قدردانی
من قدردانی باشم از یه چیزی یا کسی من قدر منو بدونه. هر شخصی برای خودش قدردان رو باشه نسبت به اون چیزی که داره. اون وقت خوشحاله. اوکی. با خودش خوشحال باشه. با خودش خوشحال باشه. اگه بتونی دل کسی رو خوشحال. اگه بتونی دل کسی رو خوشحال بکنی جوی هست. نزدیک با فامیل نزدیک بودن نیست جوی. اگر دقت کرده باشید میبینید هر چیزی رو که اسمش جوی میذاریم یک فرم انرژیه. Right؟ یعنی وقتی که من مثل ایشون فرمودن گفتن من وقتی که با فامیل خوشحالم it's a joy, it's an energy form. هیچکی نگفت خوشحالم اگر یه خونه نو بگیرم یا یه ماشین خوب بگیرم یا یه لباس خوب بگیرم, در صورتی که اونم برای خودش جویه. درسته؟ من وقتی یه خونه نوی میخرم یا ماشین نوی میخرم یا لباسی میخرم جوی, آدم لذت میبره. درسته؟ یه مهمونی میرم جویه, یه چیز تازه میگیرم جویه, یه خبر خوب جویه. جونم چیزی که در کبالا و در دور روحانیت به عنوان جوی هست, همونطوری که توضیح دادیم, جوی در حقیقت یک فرم کانشسنسه, یک فرم پریسپشن هست, یعنی یک فرمی که من به زندگی نگاه میکنم. اونطوری که من به زندگی نگاه میکنم دیکته میکنه که من توی زندگیم جوی دارم, خوشحال هستم یا خوشحال نیستم. یعنی که ممکنه که بعضیا بتونن خودشونو برسونن توی یک لولی که بیشترین مشکلات دنیا هم داشته باشن, بیشترین چالش های دنیا هم داشته باشن, ولی بتونن هنوز جویفول باشن, هنوز خوشحال باشن. وقتی که میگیم جوی, جوی به معنی بی خیالی رو نمیگیم. نه, اینه که من بلندشم بگم هر چه پیش شاید خوش آید من خوشحالم. اونا تاکینه بازن. ما اصولا دو جور انرژی درمون هست. یک انرژی درونی درمون هست. یک چیزی که احساس میکنیم در وجود خودمونه, با ما هست همیشه, که از طرف سولمون میاد, از طرف نشامامون میاد. و خوشحالی واقعی وقتی که از ته دل لذت میبریم وقتی هست که سولمون خوشحاله, وقتی که نشامای خوشحاله. و بعد یک اکسترنال انرژی های وجود داره, یک انرژی های بیرونی وجود داره که این انرژی های بیرونی باز بعضی وقتا به ما کمک میکنن که ما خوشحال باشیم و بعضی وقتا به ما کمک میکنن که اصلا خوشحال نباشیم. یعنی اگر من یک دوستی رو دارم و این میاد احتمالاً از من تعریف میکنه, تحسین میکنه, دوستم داره, به محبت میکنه, من جوی دارم, اکسترنال جوی دارم, خوشحال میشم. و اگر این شخص اومد از من انتقاد کرد, ناراحتم کرد, حرفی زد که من دوست نداشتم, احتمالاً من ناراحت میشم. من نمیتونم بگم جوی دارم وقتی که از بیرون یک نفر میاد به من یک کامنتی میده که من ناندسسلی خوشم میاد. پس دو جور فورس وجود داره در ما. یه دو جور فورس روی ما تأثیر میذاره. یکی فورسی که انرژی که مال نشامامون هست, مال سولمون هست, در وجودمونه. و باید براتون بگم که از نظر قبالا سول ما همیشه خوشحال. سول ما 24 ساعت در شبانه روز 365 روز خوشحاله. چرا سول ما خوشحاله؟ چرا سول ما جوی داره؟ چرا سول ما باید؟ چرا؟ گیوره. جونم؟ چون گیوره سول. سولمون چون گیوره. دیگه چی؟ مثل که چسبیده آتش نیست به چیزای مادیاتی. سول ما یه قسمتی از خداست. سول ما, نشامای شما یه قسمتی از خداست. یعنی خدا اومد یک قسمتی از وجود خودش رو دمیده در ما, گذاشته در ما. و اون سوله, اون پارت وجود ما دقیقاً میدونه
که تمام جزئیات زندگی که واسش پیش میاد، تمام قصه ها خوبه. فرزن میدونه همین ماشینی که میپیچه جلو من برای من خوبه، به خاطر اینکه شاید من اگر سریعتر برم خدای نکرده یه جایی باشم که برام یه خطری به وجود بیاد. یعنی وقتی که بدن من، کانشس من، ایگو من در عجل است، میخواد به یه جایی برسه و عجله داره، ولی نشامه میدونه که بهتره نرسه اون موقع. پس نشامه کانستنتلی در تمام موقع خوشحاله، هپیه. چرا؟ چون یک قسمتی از نور خداست، یک قسمتی از اساره نور خداست، همیشه کانکته با خدا و همیشه خوشحاله. اون قسمتی از وجود من که 24 ساعت خوشحال نیست، غرور من، بدن من. من هر وقت ناراضیم، این سول من نیست که ناراضیه. سول من همه چیز رو میدونه، همه چیز رو میبینه و میدونه که همه چیز واسش خوبه. میدونه که مشکلات لازمه، چلنج لازمه. این کامیونیکیشن های مختلفی که داریم با تمام دنیا، با تمام آدم های دنیا، میدونه که واسش خوبه. میدونه اون کسایی که به نظر تو زندگیم بد میاد واسش خوبه. سوله دقیقاً میدونه چه خبره. چون روشنه، چون یک قسمتی از نور خداست، همیشه هپیه. کی انهپیه؟ وجود فیزیکلی من، غرور من، اون قسمتی از وجود من که فردا رو نمیبینه، پس فردا رو نمیبینه، بیگ پیکچر رو نمیبینه، این لحظه رو میبینه، این صحنه رو میبینه، این یک صفحه زندگی رو میبینه و احساس میکنه که باهاش راحت نیست، هپی نیست. پس دیدگاهی که مشخص کننده هپینسه یا سدنسه، دیدگاهه، پرسپشنه. اگر بدن من میتونست کاملا با سول من کانکت بکنه و هر چیزی که سول من میدید بدنه هم ببینه، بدنه همیشه خوشحال بود. درسته؟ make sense میکنه؟ اگه بدن من اون پرسپشن سول منو داشت، همیشه خوشحال بود، از همه چیز خوشش میومد. پول گم میکرد، خوشحال بود. مریض میشد، خوشحال بود. یه نفر به حرف بد میزد، خوشحال بود. ولی چون نمیبینه، چون با سوله کانکت نمیکنه، چون گوش نمیده به سوله، چون کانکشن نداره با سوله، چون دیسکانکت کاملا، و چون توی دنیایی هست که تحت تاثیر چیزهای فیزیکیه، فردا رو نمیبینه، ناراحت میشه از چلنجای بعد، از مریضی، از سختی، از اشکال در فامیل، از اشکال در رابطه ها، از اشکال در دنیای بیزینس، ناراحت میشه. پس اشکال از دیدن است، از پرسپشن است، نه از وجود اون چیزی که هست. یکی از دوستان ما که امشب غایبه، دخترش دل درد شدیدی میگیره، دل درد بسیار شدیدی میگیره، میبرنش دکتر، میگن سنگ کلیه داره. ناراحتن، مادر ناراحت، پدر ناراحت، خود دختر ناراحت، اکستریم پین. میبرنش بیمارستان که سنگ کلیهش رو کمکش کنن رد کنه. وقتی که میبرن سنگ کلیهش رو رد کنه، حالا فکر کنید دو روز همه ناراحتن، بچه ناراحت، دل درد شدید، درد شدید، مادر ناراحت بچهش، پدر ناراحت بچهش ناراحته، everybody راش هم کردن رفتن امرجنسی، ناراحت ناراحت نشستن. بعد یه دفعه میان تو امرجنسی رو میگن اولتراسان کردیم، سنگ رد شده بارو خشم، ولی یه یست پیدا کردن توی کلیه این بچه، باید برداشته شه. و اگر نیومده بودن اولتراسان بکنن، این هیچ وقت اینو پیدا نمی کردن. Right؟
پس اون چیزی که به نظر درد و بد و ناراحتی و اینکانوینینت و امرجنسی رو بود it turned out to be a blessing. اگر هیچ وقت نمیرم بیمارستان این کیسه ممکن بود خدای نکرده پارشه انفکشن بده و هزار جور گرفتاری به وجود بیاره، ولی به خاطر یه سنگ کلیه که انقدر درد آورد و ناراحتی به وجود آورد it was a blessing. سوله دقیقا میدونسته چه خبره، سوله دقیقا میدونسته، ولی بادیه خبر نداشته. پرسپشن بادیه چی بوده؟ درد بد، ناراحتم، آخ بیمارستان، گویا یه مهمونی هم که باید میرفته رو از دست داده به خاطر این برنامه. شاید حالا بیگس بلسینگ هم باشه که اون مهمونی رو هم نباید میرفته. دوباره پس تکرار میکنم، خوشحالی پرسپشن کانشسنس من شماست، اون دیدیه که ما نسبت به دنیا داریم، اون دیدیه که نسبت به دنیا ماله. توی زحل چند جای مختلف راجب جوی، راجب سیمخا، راجب شادی صحبت میکنه. میگه که جوی یا سیمخا it's a choice، یه انتخابه، یه انتخابه که من دنیا رو چجوری ببینم، بستگی داره به خود من که دنیا رو من چجوری ببینم. من دنیا رو جوی ببینم یا خدای نکرده جبر ببینم، سخت ببینم. یه اشکالی که پیدا میشه که خیلی خطرناکه، من دلم میخواد امشب راجبش صحبت بکنم. ببینید ماه آدار ماهی هست که جوی پخش میشه توی دنیا. چرا بیشتر ما almost 99% ما including خود من در عرض دو روز گذشته این جوی رو حس نکردیم؟ این جوی رو حس نکردیم. جوی هست، سیمخای هست، ولی we fail to see the joy. چرا؟ به خاطر که ترجیح دادیم، به هر دلیلی ترجیح دادیم که سختیه رو ببینیم، مشکله رو ببینیم. درست؟ یک مثال خصوصی براتون بزنم. من دیروز که داشتم میرفتم سر کار یه مسئله پیش اومد از نظر بیزینسی که کاملا منو اذیت کرد، کاملا من اذیت کرد. یه چیزی از یکی از شرکای من یه کامنتی داد که خیلی من اذیت کرد، خیلی من اذیت کرد. از صبح که حرکت میکردیم من به خاطر کامنت این چیزی که شنیده بودم و برداشتی که داشتم، برداشتی که از کامنت شریکم داشتم، I was in a bad mood most of the day. بعد عصر تازه ریلایز کردم که به خاطر کامنت این من خیلی چیزها رو عوض کردم و همه چیز عوض شد تا آخرش. ولی اشکال چی بود؟ شاید 7-8 ساعت من تو مود بد بودم به خاطر که احساس کردم، به خاطر که کامنت ایشون به غرور من برخورد، در صورتی که کامنت ایشون خیلی هم کانستراکتیو بود، کانستراکتیو بود. اگر من وقتی که ایشون این کامنتو میدادن به جایی که با دید منفی نگاش کنم، با دید منفی نگاش کنم، با دید مثبت نگاش میکردم، تمام کارو انجام میدادم و به جایی که ناراحت باشم تازه آلده هم خوشحال و خندون بودم. پس نتیجه میگیریم که پرسپشن، نگاه کردن به هر موقعیتی فرق میکنه توی دنیامون. توی این ماه انرژی جوی، انرژی سیمخا دنیا رو گرفته، ولی من و شما هستیم که باید این شادی رو، این سیمخا رو بیاریم توی زندگیمون. دست فقط من و شماست. کسی نمیتونه، میبخشید، کسی نمیتونه این جوی رو برای ما بیاره غیر از خود ما. هیچ کس دیگه نمیتونه برای ما بیاره غیر از خود ما، غیر از خود ما که دنیا رو با یک دید دیگری نگاه کنیم، از طریق سول نگاه کنیم، از طریق سولمون.
و چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ در درجه اول اگر من ببینم که اون چیزی رو که من به عنوان ناراحتی یا سدنس نگاش کردم اگه گذاشتم بیشتر از 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت مون تو من، بدونم که کاملا در اشتباه هستم و من کی میتونم این کانشسنس رو عوض بکنم؟ کی من میتونم کاملا یک موقعیتی که به نظر بد میاد و نگتیو میاد عوضش بکنم به اون چیزی که خوبه؟ وقتی که به خدا نزدیک. وقتی که یعنی چی به خدا نزدیک بشه؟ یعنی قدرت خدا بشه. چطور میتونم وقتی که چالش پیش میاد و به نظر سخت و تاریکه عوضش کنم بدونم که خوبه برم؟ ایمان. سرتنتی داشتن. سرتنتی داشتن. یعنی اگر من لحظه ای که این کامنت رو فرزن از شریکم شنیده بودم دیروز بدونم که This is not coming from my شریک. This is coming from God. This is the situation that God has presented to me. و بدونم که خدا هیچ چیزی غیر از خوبی برای من نمیخواد. هیچ چیزی نمیخواد بیشتر از اونی که به من کمک کنه که من بهتر شم، من عوض شم، من ایمپروف کنم. چیزی که زهر خیلی امفسایز میکنه اینه که در غم ننشینیم، در ناراحتی ننشینیم، شب با غصه به خواب نریم، شب با ناراحتی به خواب نریم. یعنی وقتی که قبل لا حد دقیقی بهترین کاری که میتونید برای خودتون بکنید اینه که بدونید که من و شما وقتی یک نوری رو دریافت میکنیم که خوشحال باشیم. هر وقت غم ما رو گرفته باشه، سدنس ما رو گرفته باشه، دیسپوینتد ما رو گرفته باشه، این نوره نمیتونه بیاد پنتریت بکنه توی وجود من. یعنی تنها طوری که من میتونم با نور شادی که توی این ماه هست کانکت بکنم چیه؟ شاد باشم. دوباره تکرار میکنم، تنها طوری که من میتونم به این انرژی سیمخایی که در این ماه وجود داره توی کازموس کانکت بکنم اینه که من شاد باشم. من این داستان رو چندین بار تکرار کردم، دلم میخواد بازم تکرار بکنم به خاطر که خیلی جالبه. داستان حضرت ابراهیم و سارا، ایاتون باشه در تورا برای ما توضیح داده میشه که سارا بچه دار نمیشد تا 90 سالگیش، right؟ ابراهام هم 100 سالشه. سه تا فرشته خدا میفرسته، یکیشون میاد و ابراهام میگه که ببین زن تو سال دیگه بچه دار میشه. سارا هم نشسته توی چادر به ابراهام گوش میکنه، اینو شروع میکنه خندیدن، شروع میکنه خندیدن. خدا میاد به سارا، به ابراهام میگه که برو به سارا بگو چرا خندید. ابراهام میاد میگه سارا چرا خندیدی؟ سارا میگه من نخندیدم. خندید سارا، خندید. توی تورا میگه سارا خندید. آیا سارا داره دروغ میگه من نخندیدم؟ سارا خندید. میگن لحظه ای که سارا خندید، اون نوری که رفت توی وجود سارا و باعث شد که سارا بتونه حامله باشه درست اون موقعی پیش اومد که سارا خندید. یعنی سمها خدا اومد میخواست یک معجزه‌ای به وجود بیاره برای سارا که سارا حامله بشه. تنها جوری که میتونست اینو وارد سارا بکنه اینه که سمها بیاد سارا رو قلقلک کنه که بخنده. تا سارا خندید که میگه نخندیدم، یعنی سمها دست خودم نبود که خندیدم. لحظه ای که خندید این نوره میره توی وجودش. یک مثال دیگری هست در تلمود، این داستان اینکه خیلی بامزه تره. میگن که یک بار میان یک کبالیستی رو صدا میکنن توی شهر، میان میگن به فریاد برس بچه یکی از این صدیقهای شهر افتاده تو رودخونه و داره آب میبرتش، هیچ کی هم نمیتونه نجاتش بده، خواهش میکنم یک دعایی بخون، یک کاری بکن این بچه نجات پیدا بکنه. این کبالیستم میاد بغل رودخونه این
بچه هم داره توی رودخونه داره غرق میشه توی آب. این کمالیسته چه کار میکنه؟ خیال میکنیم شروع میکنه دعا خوندن دیگه، رایت بیل عرابکو اخی به خونه یه کاری بکنه، داد میزنه به بچهه، میگه که سلام من رو به ماهی ها برسون. همه میگم what? You're joking? لحظه ای که شوخی میکنه جای به وجود میاره، اون جاجمنتی که باعث شده بوده این گزرا پیش بیاد برای بچه برداشته میشه. یعنی پاور جوی انقدر زیاده، خوشحالی انقدر مهمه توی زندگی که جاجمنتو میشکنه. جاجمنتو میشکنه. داستان دیگریست. میگن یک بار یه روی میره پیش الیا هنروی توی شهر کوچکی، میگه که ببینم برای من توضیح بده توی این شهر کی میره تو بهشت، کیا میرن تو بهشت توی این شهر. الیا هنروی میاد دستشو میگیره میبرتش یه مدرسه‌ای که بچه ها دارن درس میخونن، بهشون میده میگه این بچه هایی که دارن درس میخونن به این شد دارن سرود میخونن درس میخونن و شادی میکنن، اینا میرن بهشت. میگه دیگه کی میره تو بهشت؟ دستشو میگیره میبره یه منطقه پایین شهر، یه منطقه فقیر نشین، میبینه که چند تا بچه نشستن دارن جوک میگن و شوخی میکنن و قهقهشون بالاست. میگه ببین اینا هم شادن، ببین اینا شادن، اینا هم میرن تو بهشت. یعنی چی؟ یعنی لحظه ای که من و شما شادیم، لحظه ای که من و شما خوشحالیم، یعنی ما خودمون رو کانکت کردیم به سول، به سولمون، با سول تو یه خطیم، یعنی خودمون رو کانکت کردیم به اون سرتنتی که سول داره، به اون امونایی که سول داره. سول میدونه is good, is all funny, this is wonderful. به بدنه میگه you're stupid, this is so good, this is so great. بخند، خوشحال باش. و وقتی که بادیه با سوله یک جا نباشه، نبینه، کی نبیمینه؟ وقتی که ترجیح میده نبینه. وقتی که من و شما ترجیح میدیم که نبینیم، ترجیح میدیم به غم بشینیم، ترجیح میدیم یکی دلش برای ما بسوزه، ترجیح میدیم خودمون دل برای خودمون بسوزه، ترجیح میدیم بگم پور می آخی من، ترجیح میدم یکی بیاد من بگه آخ بمیرم برای تو، چه زندگی سختی کشیدی، آخه چه به سر تو بردن، تقصیر زنت بود، تقصیر شوهرت بود، تقصیر دختر خالت بود، تقصیر کازینت بود، تقصیر پرزیدنتت بود، right؟ لحظه ای که ما دیگران رو بلیم میکنیم، یعنی من خوشحال نیستم با زندگی خودم. لحظه ای که من دیگری رو بلیم میکنم، یعنی من هپی نیستم. یعنی آقا سوال من، تو هرچی میخوای بگی، من فرق میکنم، من دنبال یه چیز دیگه هستم. و این خطرناکترین پرسپشنیه که یک نفر میتونه داشته باشه. داستان دیگری هستم، من امشب افتادم رو داستانها. یه نفر یه بار میاد پیشه بلشمتوف، میگه من یه گرفتاری خیلی بزرگی دارم، خیلی ناراحتم. میگه چیه؟ چالنجشو میگه، میگه آره واقعا هیوج ایشو خیلی مسئله بسیار بسیار ناراحت کننده دارم. میگه چطور میتونی کمک من کنی؟ میگه ببین این شاگردای من دارن تفیلا میخونن و ما میدونیم که تفیلایی که شاگردای بلشمتون میخوندن همش با سرود بوده، همش با شادی بوده. شما نگاه نکنید که اگه بعضی وقتا هنوز تفیله‌های ما حالت غم‌انگیز داره. That's not our culture. This is not us. متاسفانه این چیزیه که به خاطر کشورهایی که توش زندگی کردیم بهمون تحمیل کردن. وگرنه تمام تفیله‌های ما سروده، شادیه. ما همش باید بخندیم و شادی کنیم. میگه برو با این بچه‌ها که دارن تفیله میخونن و میرقصن و شادی میکنن و میرقصن و میخونن و دارن تفیله میخونن، برو با اینا یه خورده شادی کن، یه خورده حالت خوب شه، اون وقت همه چی دوز میشه.
یه ریکامندیشنی که کابالیستا میکنن، میگن هر وقت یک مسئله واسه پیش اومد که احساس کردی دیگه از این بهتر نمیشه، بخندش. حالا شما خیال کنیم یه نادرم خل شده و ما چه حرفایی میزنیم، ولی لحظه ای که ما میخندیم بهش، we break that clip up. کلیپ های میشکه دیگه، تحت تاثیر اون سیچویشنه دیگه نیستیم. لحظه ای که میخندیم یادتون بیفته به داستان سارا که میگه من نخندیدم، ولی یه چیزی باعث شد که من بخندم. بدترین کاری که تو ماهه آدار میتونیم بکنیم اینه که تو غم بشینیم، ناراحتی به خودمون بگیریم، خیال بکنیم this is not fair، این چی بود، چرا این شد، این چی شد به من گفتن. اگه دقت کرده باشید ریشه تمام ناراحتی ها غروره، ریشه تمام ناراحتی ها غروره. یکی به من یه چیزی گفت خوشم نیومد، یکی سر من این کارو کرد خوشم نیومد، این سیچویشن نیست که من دوست دارم، این چه اتفاقی بود که همش راجع به اون چیزیه که منه دوست نداره، غروره دوست نداره، نه اینکه سوله دوست نداره. سوله هر چی پیش میاد دوست داره، هر اتفاقی پیش میاد سوله از خوشحالی داره میمیره. بدن است که زیاد راضی نیست. چرا؟ به خاطر که سوله رو کانکت میکنه. توی ماه آدار، توی ماه آدار من و شما باید شادی رو زنده کنیم توی زندگی خودمون، نه اینکه بشینم بگم ماه آدار برام یه خبر خوبی میاد. It doesn't work that way. نه اینکه بشینم تا یکی بیاد منو خوشحال کنه. نه اینکه احتیاج داشته باشم یک چیزی پیش بیاد که منو خوشحال کنه. من خودم باید خوشحالی رو بیدار کنم توی زندگی. من خودم باید عوض بکنم پرسپشنمو، نگاهمو به زندگی. من باید خودم سرتنتی رو ایجاد کنم توی زندگی، نه اینکه توقع داشته باشم یه چیزی بشه، در به تخته ای بخوره، یکی برسه، یه چیزی بیش بیاد و منو شاد کنه. اون شادی که دیگران برای من ایجاد میکنن موقته، ولی شادی که من خودم به وجود میارم، خودم بیدار میکنم، وقتی که دیدم رو عوض میکنم، وقتی که دیدم رو نسبت به تمام مسائلی که توی زندگیم هست عوض میکنم. مریض بشم بگم کلنزینگه، پام میخوره به صندلی بگم خوب شد، دل یکی رو شکونده بودم، پای یکی رو خورد کرده بودم، گود. وقتی که من یه لونی دارم پی آف میکنم، آیا خوشحالم یا ناراحتم؟ خوشحالم. ایشاله که خوشحالیم، بعضی ناراحتن دارن لونشون رو میدن، ولی there has to be a joy. Has to be a joy. و تنها طوری که میشه این جوی رو بیدار کرد داشتن سرتنتیه، 100% certainty. یه کار دیگه که خوشحالی میکنه، هم گفتیم جاجمنت رو از بین میبره، جاجمنت رو میشکونه، جاجمنتی که خدای نکرده اطراف ما هست. یعنی وقتی که ما به خاطر کارهایی که تو زندگیمون کردیم یا زندگی قبلی کردیم یک جاجمنت هایی میاد توی زندگیمون، اسمشو میذاریم گزرا، اسمشو میذاریم چالنج یا هر چیزی که پیش میاد. لحظه ای که من خوشحالی رو بیدار میکنم توی زندگیم، این جاجمنت از بین میره. شنیدین میگن خنده دوای هر دردیه؟ It truly is. واقعا هست. توی این ماه بریم دنبال شادی، فیلمای کمدی ببینیم، فیلمای دیپرسینگ نبینیم. دوستانی که شاد هستن رو بیارین توی زندگیتون، جوک بخونین، کامدی، دنیا رو کامدی ببینین، دنیا رو طور دیگری ببینین. به خاطر که فقط توی این ماه هست که من و شما میتونیم این جوی و این سیمخا رو بیدارش کنیم توی زندگیمون و تا آخر سال داشته باشیمش، این فرصه توی این ماه هست که توی دنیا منیفست میشه، یعنی پخش میشه.
ولی منیفستیشنش دست من شماست. ما هستیم که بیدارش میکنیم، ما هستیم که میاریمش توی خونمون. یه چیزی که اینم روشنش کنم خاطر که بدونیم، اگر بدونیم که سورس ناراحتی های ما چیه، سورس نگرانی های ما چیه، مخصوصا ما ایرونی ها، شاید بیشتر از نیشن های دیگه، خیلی اهمیت میدیم که دیگران نسبت به ما چی فکر میکنن، خیلی اهمیت میدیم که اینا مردم دیگران چجوری ما رو قضاوت میکنن، چجوری ما رو دیگران میبینن، پشت ما چی حرف بزنن، منو چجوری دیدن. و به خاطر همین هست که هپینس رو از بین میبره. وقتی که من اهمیت میدم که دیگران به من چی فکر میکنن، دیگران نسبت به من چه پرسپشن رو دارن، اون وقت هست که میفتم تو یک منجلابی از این غرور که کاملا همه چیز دور من تاریک میکنه. فقط غروره که باعث میشه من و شما فکر کنیم دیگران نسبت به ما چی فکر میکنن. توی ماه آدار توی کتاب سفر یتیرا، کتاب ابراهام آوینو، برای ما توضیح میده که حرف قوف کانسلشن پایسیس رو به وجود آورده. حرف قوف یا کوف که در حقیقت جمله دوم انابکاخ هم جمله این ما هست. حرف کوف کانسلشن پایسیس رو به وجود آورده. و بعد یاد میگیریم که حرف کوف تنها حرف عبریه که این دومش از خط پایین تره، یعنی در حقیقت پاش ستاک شده توی این دنیای ملخوت، توی این دنیایی که مادرش هسته، تنها حرفیه که پاپ خطش میره پایین. حالا اگر که من این چیزی که از این خط میره پایین رو قطع بکنم، این میشه حرف هی. و بعد آریا قداش برای ما توضیح میده که اسم اعظم خدا که هست یود هی واب هی توی ماهای مختلف شکلش رو عوض میکنه. توی ماه آدار این یود هی واب هی تبدیل میشه به هی یود واب، به جای یود هی واب هی تبدیل میشه به هی یود واف، یعنی این دوتا هی پشت سر هم میفته. دوتا هی، یکیش هی بینا هست، جایی که تمام نور هست، مخزن نور هست، بینا، و هی آخر هی ملخوته، جایی که ما در این دنیا هستیم توش. یعنی آریا قداش برای ما توضیح میده که توی ماه آداره که من میتونم تمام زندگیم رو، هی ملخوتم رو بکنم پر از نور بینا، میتونم تمام نور و برخواب و خوشبختی و فولفیلمنت رو بیارم توی زندگی خودم. مرسی همیجا. ببینید پای کوف میاد پای. حالا اگر من بیام اون تیکه پاک که رفته توی این دنیای ملخوت رو پاک بکنم، میشم مثل حرف هی، یعنی میشم در حقیقت همون چیزی که کاملیت نور بینا رو میاره توی خودش. یعنی چی؟ یعنی توی این ماه هست که بیشتر از هر وقت دیگری من این فرصت رو دارم، این موقعیت رو دارم که دیل کنم، مقابله بکنم، اوورکام بکنم هر چیزی که پای منو استاک کرده توی هر چلنجی که دارم توی این دنیا. فقط توی ماه آداره که این اتفاق میفته. یعنی اینکه توی این ماه که اگر من ولکام کنم چلنجا رو،
قبول بکنم، بدونم که من باید توی ماد راه برم تا برسم به خوشبختی، من باید توی این دنیای فیزیکلیه باشم تا برسم به این خوشبختی، اون وقت است که میتونم تمام نور بینا رو بیارم توی زندگی خودم. چطور میتونم این کار بکنم؟ چطور میتونم با تمام چلنج های زندگیم طوری برخورد بکنم که بتونم کاملا کنترلش بکنم؟ وقتی که بدونم برام خوبه، وقتی که بدونم هر چلنجی که دارم توی زندگیم is good for me, is this is exactly what I need. اون وقت هست که ویلکامش میکنم، اون وقت هست که ازش فرار نمیکنم. اگه ازش فرار بکنم همین کوف میمونم و غرقم توش و هی مثل کسی که توی آب میفته دست و پا میزنه، خدا ناخداها خودشو خفه میکنه. ولی وقتی که میدونم، وقتی که این سرتنتی رو دارم که این چلنجی که دارم خوبه برام، عالیه برام، به من کمک میکنه که من بتونم خودم عوض کنم، ولکامش کنم، نترسم ازش، بپذیرمش، بخندم بهش، بخندم بهش. نمیدونم شما محمد علی کلی یادتونه بکسوره؟ میدونید این چجوری اپوننتاشو شکست میداد؟ تو رینگ میخندید میگو بیا میخندید بهشون. توی رینگ شروع میکرد رقصیدن، یادتونه رقص محمد علی معروف بود، باکسینگ دنس شروع میکرد، میگفت من خوشگلم، من خوبم، تو که نمیتونی منو بزنی، تازه یه مشتم میخور، میگفت همین یکی دیگه هم بزن، اها بهش میخند. یارو میگفت I can overcome this guy و برنده میشد، به خاطر که فرار نمیکرد هیچ وقت از فریف، هیچ وقت از فرار، از حریف فرار نمیکرد، میرفت جلو و میخندید به حریف، میخندید به حریف. من یه ویدیوی دیدم توی یوتیوب خیلی بامزه بود، یه گربه خیلی کوچیکی اومده بود بغل یه از این باتلاقای آبی که در فلوریدا هست، یک تمساح خیلی بزرگی اومده بود و این گربه کوچیکه حمله میکرد به این تمساح، تمساح 600 پوندی از ترسش هی میرفت تو این آب. ایمجین فرار میکرد میرفت توی آب. چرا؟ به خاطر که گمله گربه نمیترسید از این تمساح. یا اگر دقت بکنی فرضاً یکی به شما یک کاری بکنه و شما بهش حمله بکنی، طرف فرار میکنه، هر چقدر از شما بزرگتر باشه ازتون فرار میکنه. بابا این که تو رو میتونه بزنه، حالا میتونه 10 برابر تو رو بزنه، چرا دیگه فرار میکنه؟ وقتی که من فرار میکنم از یه چیزی ضعیف میشم در مقابلش، میترسم، کانفیدنس ندارم. هر وقتی من فرار میکنم پشتم به چالش هست، هیچ وقت نمیشه که من طرف جلو فرار کنم، right؟ فرار یعنی چی؟ یعنی پشتم بکنم به هر چیزی که ازش میترسم و هر بپرم فرار کنم ازش. هرچند بیشتر دارم بیشتر میترسم، هر آنم میترسم که طرف منو بگیره، منو شکست بده. در صورتی که وقتی که فیسش میکنیم، مشکل به هر بزرگی، به هر وحشتناکی، به هر سختی هم باشه شکست میخوره. یعنی هم فیسش کنیم، هم بهش بخندیم، هم بهش بخندیم، اون چیزی که ازش میترسیم و موندیم توش بهش بخندیم، فیسش بکنیم، بگیم آف کورس اگر خدا اینو به من داده، اگر خدا این چالنج رو به من گذاشته، یعنی من میتونم از پسش بر بیام، ها ها I'm good. هیچ وقت خدا نمیاد یه چالنج رو به من بده که من نتونم از پسش بر بیام. سوله از خداشه، سوله میگه بالاخره یه چالنج به من دادی که من بتونم خودم عوض بکنم. بدنه صرفش نکرده، میترسه. بدنه است که خودشو کم میبینه، بدنه است که میترسه. سول هیچ وقت نمیترسه، سول هیچ وقت نمیترسه. خب بدنه است که درد میکشه. دردم داریم تا درد، دردم پرسپشنه. مگه دردی بالاتر از درد زایمون هست؟ البته من که تجربه ندارم. بچه را هر دفعه که یه نفر میخواد بچه دار و زر بشه، یه بار بچه میاره بازم درش بچه میخواد، حاضر بره through the pain، به خاطر که دردی که در حقیقت با خودش
آسایش میاره، دردی که با خودش نور به وجود میاره. اصولا هر وقت خوشحالم که سوالی رو کردین، اصولا هیچ نوری توی زندگی من وارد نمیشه مگر که من بذارم بیاد تو وجودم، و هر وقت که نمیذارم بیاد توی وجودم توسط یه دردی میاد توی زندگی من، یک فشاری میاد. درد نشون دهنده اینه که نور میخواد بیاد توی وجود من و من دارم جلوشو میگیرم. میدونید که زن قرار نبود درد بکشه حتی موقع زایمون، قرار بود زایمون یک لذت اکستسی واقعی باشه، ولی وقتی که زن اشتباه میکنه توی هبن تبدیل میشه سیبر رو تعارف شوهرش میکنه، این تبدیل میشه به درد. ولی بازم اونم جوابش، یعنی در حقیقت میوهش نوره. درد بد نیست، بستگی داری که من چجور نگاه درد بکنم، بستگی داری که من چجور نگاه درد بکنم. اگر از درد بترسم، درد بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و بدتر بشه. اگر به درده بگم رینگ نان درد که درد میره، اصلا میپره. کبالیستا میگن یه میمور درد، یه میمور بیشترش کن. به یک نفر بگی میگه دیونه ای، درده بیشترش کن، یعنی چی بیشترش کن؟ ولی وقتی که میگم بیشترش بکن، وقتی که میگم بیشترش بکن، میشم مثل همون محمد علی کلی که نگاش میکنم و دارم میخندم و اوبرکامش میکنم. پس ماهی هست، ببینید مثل این میمونه که بازار شادی، بازار جوی از دیروز باز شده، گرند اوپنی برای 30 روز هم هست ماه آذار. توی این 30 روزه هست که من میتونم برم از بازار جوی استفاده کنم، خرید کنم بیارم توی زندگی، اگه خریدارش باشم، اگه دنبالش باشم، دنبال جوی باشه، دنبال شادی باشه، غم‌پرست نباشی، غم‌پرست نباشی، با درد خو گرفتم و با درمان چی میگوین آقای گلپایگانی؟ That's not for us. این برای اون کانسپت ویکتیم کانشسنس هست. ببین درد میکشم و سختی میکشم و آخ بمیرم برای خودم و ویکتیم کانشس بودن و اون لذتی که متاسفانه توی کانسپت، توی کانشسنس قربانی وجود داره، توی کانشسنس یک ویکتیم وجود داره که من دلم به حال خودم بسوزه، یکی بیاد دلش برای من بسوزه. یه چیزی که خیلی خیلی من اذیت میکنه و باز میگم این در ریشه ما نیست ولی یاد گرفته، درد دل کردنه. آخ میخوام بیام برای درد دل بکنم. من هیچ وقت ندیدم که کسی بیاد درد دل بکنه و دردش خوب شه. نه، برای همون لحظه که داره درد دل رو میکنه احساس میکنه آرومم شده، ونت کرده، ولی در حقیقت درده بیشترم میشه. اون طرف هم میشینه میگه آخه بمیرم برام، حالا دیگه من بیشتر دفع میشم توی اون کانشسنس ویکتیم خودم که واقعا بیچاره من، هیچ وقت به من کمک نمیشه. جوی به طلبه، شادی به طلبه، بریم دنبال شادی، بریم دنبال خوشحالی، بریم دنبال خنده، بریم دنبال اون چیزی که شادمون میکنه. بیاریم شادی رو توی زندگیمون، بیاریم خوشحالی رو، بیاریم خنده روی لبانمون. توی این ماه هست که هر چی من بیشتر خوشحال باشم، خوشحالی بیشتری میارم توی زندگی خودم. یه کانسپتی هست در کبالا میگه like draws like، یعنی هر جوری که من باشم همون جور دنیا با من رفتار میکنه. من هر چقدر که خوشحال باشم دنیا بیشتر خوشحالیش رو با من شیر میکنه. بخند تا دنیا به تو بخندن. انشالله که بتونیم هممون توی این ماه تا اونجایی که میتونیم سرتنتی داشته باشیم، خوشحال باشیم و جوی بیاریم. اصلا ثابت شده تو فیزیک